سلام دوستان گل، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جایی هستید سالم و سلامت و مثل همیشه لبتون خندون باشه. من فرد هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. اومدیم یه پارت دیگه از سری بازی هارس فاینال 4 مان میلنیوم دان، بازی با امپراتوری یونایتد استیت آف امریکا. بچه ما کانادا و مکزیک رو گرفتیم تا قشنگ و قشنگ آمریکای شمالی بیفته به دست آمریکا، ولی خب پلنمون اینه که کاملا یک آمریکای متحد داشته باشیم، چه شمالی چه جنوبی و چه مرکزی. ولی خب ما در واقع با جورج دبلیو بوش در واقع تمام تلاشمون رو کردیم که صلح جهانی رو ارمغان بیاریم و اینم موفق بودیم. تنش به صفر رسیده بود، هیچ جای دنیا جنگ و خونریزی نبود، ولی با یک اتفاق صلح به پایان رسید. اون اتفاق جز چیزی نبود که روسیه اعلان جنگ به اوکراین داد و اوکراین رو شکست داد. لازم به ذکره، داخل پرانتز بگم، بچه ها شاکی بودن داری شکار میکنی با آمریکا، با آمریکا خیلی بد بازی میکنی. نعیز من، مشکل اصلی اینه که روسیه از تمام فرودگاهش استفاده کرده بود و 2500 تا فروند هوایی در برابر تقریبا 200 تا F-22 رپتور داشتیم جنگ میکردیم. خب معلومه زورمون نمیرسه. باید وید همه چیش تحت کنترل و شرایط اوکی بود تا مادامی که روسیه اعلان جنگ به لهستان یکی از عضوهای ناتو داد و کل اعضای ناتو وارد جنگ شدن به غیر از انگلیسی که اینجور از خارج شد. عوضی مهم نیستش، منش کن، انگلیس رو از دست میدیم. هرچی کشور کمتر زندگی بهتر، اینجوری سهممون بیشتر میشه. از یه طرفی هم با تونس وارد جنگ میشیم که به واسطه اون میخواستیم با فرانسه وارد جنگ بشیم، حالا کار نداریم. بای دی وی قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم، مثل همیشه پر قدرت پر انرژی لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. لینک دیسکورد داخل دیسکریپشن هست، در واقع زنگوله نوتیفیکیشن به حالت ویبراتور بذارین و تا رنده کنان بریم جلو. یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، آهان، اگه خوشتون اومد و دوستانی هم دارید حتما ویدیو رو اون دکمه شیر اون پایین رو بزنید، لینک رو بفرستید واسه دوستاتون. 26 آپریل سال 2008 و این قسمت چیزو عملا ما گرفتیم. ساعتو من بذارم رو 4. نیجریه نیکاراگوئه پول میخواد، بهش کمک میکنیم. خب روسا که اینجا رو خوردن، این از این. خب بچا کل ناوگان دریایی ما از دریای سیاه گرفته تا چه میدونم این طرفا، همه جا رو گرفتیم و نمیذاریم یه دونه ساپلای هم برسه. از یه طرفی هم نیروهای نروژی از سمت شمال دارن فشار میارن که برن جلو. نکته که مهمه، باید یه جورایی ما لند بزنیم، ولی خب زورمون نمیرسه که لند بزنیم چون ترکیه رو نداریم. اوف، گذرگاه دریای سیامون عملا از بین خواهد رفت، ولی خب ناوگان دریایی آمریکا رو مشاهده میکنین با نهایت قدرت و شدت اینجا حضور دارن. خب فعلا اوضاعمون رو اوکی تر بکنیم. شما ها بچه، من اینجا لندمون رو زدم که بچه همون آماده باشن واسه تونس. اینم از این بازی رو پلی کنیم، اینا رو من سریع شکست بدم. آما شالله پسر، وضعیت هوایی اینجا 530 تا ناوگان هوایی آورده. چیه شیلا؟ شیلا هم فعل شده و ماو ماو بازی میکنه. خب اینم از این. چه غلطی کرد، چه غلطی کرد، گور خودشو کند با این حرکت. اشکال نداره بچه، بلاروس وارد جنگ کرد. تا اینجوری دیگه ما کلن یه مرز مشترک داشته باشیم. خب این از این. شما 18 تا کجایید اینجا که دارید لند میکنی؟ شما 18 تای ایتالیا بید اینجا ببینم. بوده ماشالله پسر. بریم اینجا بچه رنده کنان بریم جلو تا اونجا که میتونیم زور بزنیم و بریم ببینیم اوزامون چی میشه. تا مادامی که جنگ با روسیه شروع شد، بریتانیا هم کشید کنار چون نیروهای ما تازه دارن میان بیرون. دقیقا، اشکال نداره. خب این از این. از اونجایی که فرانت لاین اول ما دست اینا، شما 18 تا، بذار من کل ناوگان هوایی رو بدم دست اینا بنازم پسر. وضعیت هواپیماییمون چجوریه؟ 523 تا از اون لایت ها داریم که مربوط به کریره. زیاد چیزای جالبی رو نداریم. بی ببینم دقیقا، بچه همه رو پیاده کرده بودیم. خب سریع بازی رو پلی بکنیم، ساعت بذاریم رو 5. برازم پسر، سریع تر من این رو بیارم
تو مرز قرار بدیم ببینیم اوزامون از چه قراری میشه. خب شما به صورت اگریسیو مانند شروع بکنید به حمله کردن. برازم فنلاند میخواد عضو ناتو بشه، چرا که نه، قبول میکنیم. بچه من اینا رو هم دیلیت بکنم لاینشون رو، 4 تا دیویژن هستن، خیلی تعدادمون زیاده. برید اینجا شما لاینتون رو به صورت کاملا مستقیم بیاریم جلو، امیدوارم بیشترین درصد جنگ رو داشته باشیم تا رنده کنان بریم جلو. جنگ هوایی رو میبینیم، بنازم جرش میدیم، جر میدیم روسیه عوضیه رو. خب این از این، بچه رنده کنان بریم جلو با تمام دیویژنمون و نهایت قدرتمون بریم جلو. بودو فرودگاه رو بگیر، بودو هلیکوپترها سریعتر بیان جلو. بچه بدم نمیاد که یه هلمارچ نمکی هم پخش بکنیم. اوکی بذار بچه هلمارچ رو من پخش بکنم تا رنده کنان یه جنگ روسیه و ناتو داشته باشیم، شبیه سازه جنگ روسیه و ناتو. من مجبورم کلوب رو باز کنم. هلمارچ من کو، برازم بریم جلو ببینیم اوزامون از چه قرار میشه. United States of America Join the war. از لحاظ سوختی یک کوچولو به مشکل میخوریم. 25 تا کارخونه بلافاصله از عربستان سعودی وارد میکنیم. رنده کنان بنازم آماشالله باسر مینسک آماشالله یه سیرکل نمکی. یک دو سه بریم بنازم. همتون رو درجه های بریم جلو. از گذرگاه بلاروس استفاده میکنیم و رخنه میکنیم. ایران هم اینجاست، ایرانی ایرانی والنتیر فرستاده عوضی. الان سیرکلت میکنم، پدر سیرکل جهان اینجاست. با یونایتد استیت آف امریکا باشید درد با خودرد بریم به سمت خودرد. پوچسمو بزنم بایسی، پوچسم من کو بزنی خدا همین رو بزن. آما شلا بزنیم به ما کیا تو جنگه اوکراین رو نیاره، مهم هم نیست را بزنی یاره. نیروهای لحیستانی لاری رو گرفتن، برازم باشید در بودو 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 بودو. وضعیت ناوگان هوایی ما فولاده است. خب شما آقا ایسای ساشی اینا تقسیم بندی کنم. واو چه رنجی دارن. مسکو رو بزن بمبارو کن. این از این، شما ها یه زیر مجموعه این، شما ها بیاید اینجا. شما ها بیاید اینجا عالی بسن بنازم. جنگ سنگین رو ما اینجا داریم. وضعیت هوایی رو ببینیم با شدت تو قدرت بیریم به سمت قدرت. عالی پسر، یه دونه از هواپیمامون هم از بین نمیره. ساپورت هوایی این طرف رو هم داریم. رنده کنان داریم بیریم جلو. بنازم ایتالیانو من پرندیانو پورتو پارتو ناتو اینجاست تو بودی. این طرف هم همینطور برازم. الان جنگ به تونس بودو 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 ریال امریکا برازم. بودو پسر شیمان امیلیو برو جلو. وایسید بابا من کار دارم. بچه من کامل مناطق تونس رو به اینجا پاپتش میکنیم فعلا، بعدا اگه خواستیم راحت میتونیم انکسش بکنیم. تونس رو گرفتیم،
لازم. شما ها بین اینجا نه اینو باز کن بریم جلو. الوارچ بعدی رو داریم. کولاد شروع میکنه. بنازم یک دوسه بریم بنازم. اوپرای مورد جنگ هنوز نشده. ارتش آمریکا این از آشالله پسر خوبه. بچه اینجا درگیره شهید رو داریم. وضعیت هوایی اینجا 2000 تا فروند هوایی آورده عوضی میجوری بیرم. ایر بیس هم نمیتونیم بسازیم. بنازم ماشالله پسر بری جلو. آلمان وارد جنگ، بلژیک وارد جنگ، اسپانیا وارد جنگ، ایتالیا وارد جنگ، اسلام ها همه وارد جنگ. بنازم اینا هم میتونیم اینا رو استفاده کنیم. عالی پسر اینو چرسم کن. Ukraine is coming. You know the baby. Dammi Notre Dame. Italiano. Dormador. Yo, José. Perosa. This is so good. Oh, this is sad. That's a whole division of Russia. It's a situation on Dammi Notre Dame. آها بین واسه لند کردن نافکار دریایی آمریکا. بودو 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 دریا رو سب سبز کن. آلی پسر 65 درصد جنگ رو داری. برو 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 چینم از هلمارچ و اوج هیجان جیممون. رنده کنان رفتیم جلو. سعی کنم من بندر اینجا رو بگیرم. نیروی ایرانی هم اینجان. ال دهانتا لال سرویس. یه بونوس اتک. تو بی اینجا اینو بزن. تو بی این طرف. تو هم بی اینجا. البته میتونی بیای این طرف. عالی پسر. سریعتر بندر اینجا رو بندازیم. 98 99 ایزی پیزی. لیمن اسکویزی. این قدرت امریکا. بعد میگفتید ضعیف. آره جیر دادیم رفتیم جلو. خب سطر دیویژنمون رو بیاریم اینجا اگرسیوانه بریم جلو. اوکراین هاز فالن. ریسرچمون هم با قدرت بریم جلوتر ببینیم داستانمون چی میشه. مجبورم اینا رو بذارم. عالی عالی. بودو هلیکوپترا برید جلو. بنازم لاین رو بزرگترش کن. لاین رو بزرگترش کن. این عوضی هیچی نداره. این عوضی هیچی نداره. 1500 تا هواپیما در برابر 1100 تا یه دونه کشتم نمیدیم. این قدرت رادار ادوانتیج و خفن‌ترین تکنولوژی آمریکا. خب اینجا ببینم بچه اینا رو چون حالت اتوماتیک گذاشتیم احتمالا یکم زپرتوپرچن. شما 600 تا بیتوهای آمریکایی به اینجا کامل مناطق و زیرساختای روسیه رو نابود کن. فرودگاهش رو بزن، زیرساختها رو بزن، ریلا رو هم بزن. نصفتون هم بیاد اینجا. عالی پسر، عالی. داریم به دروازه های مسکو نزدیک و نزدیکتر میشیم. جونم پسر، بنازم، عالی می نوازیم. این از قدرت ما. خب
شما 16 تا دیویژن که هیچی، همتون یکی بشین. شما هم همینطور، شما 18 تا بیکار و علافین. بچه به نظر من بیاریم این لاین جرمنی که رفته جلو از اینجا رخنه بکنیم، آرومتر پیشروی بکنیم. اون طرف هم آلمان و یونان و اینا، من نمیدونم چی دریایی استفاده میکنن، اینو لند میزنن، ولی خب دمشون گرم. کلی سلاح بفروشیم، داکترینای نظامیمون هم بریم پایین. آواری کلا بچه فلان داره شکست میخوره، ولی خب ما از سمت شمال داریم کمک میکنیم به بچه هامون. برازم بلایز و ایران، نفوذمون در تیراژ بالا داره میاد بالا و بالاتر. چه هیجانی. بیاید آقا، بیاید تو ناتو، عضو ناتو رو قویتر و جینگولی مسئولترش میکنیم. خب تیک منابرا هم بزنم من، اینم از این سیف بانکینگ اکت، هم صحبت سیاسی میده هم وار سپورت. وضعیت سناتورا رو هم که نگم و کاخ سفید. خوبه، عالی پیش میریم. وضعیت جنگی ما 66% جنگ رو داریم. این به مرزله این خواهد بود که بخش عظیمی از روسیه به دست نیروهای ما خواهد افتاد. خوبه، به جور ببینم. عالی پسر، عالی. کل ناوگان هوایی ما اینجا حضور دارن. خب نیستتون بیاد اینجا، به اینجا یکم بمباران کلوز ایر بزنیم. آما شالله پسر، سوخو نمالیدم بابا. سوخو چیه؟ بازی کرش کرد. ای بابا ببخشینا. خب بچه دوباره بازگشتیم. ما یه دوره یک ماه باید سیر بکنیم، بعد من ای آی رو آن بکنم. دلیل کرش ها بچه خود مشکل ملنیوم دان مادش هست، به خاطر آپدیت جدیدی که سر این قسمت آوردن و سر قسمت خرید و فروش سلاح. حالا ایشالله ما پارتای جدیدی که شروع میکنیم با ملنیوم دان تا زمانی که آپدیت جدیدش 25 بیاد، ما سعی میکنیم که در واقع Army of Against Street، اسم مادر یادم رفت، همون آخرین DLC رو غیر فعال میکنیم که مربوط به خرید و فروش سلاح، که دیگه بعد از اون کرش نکنیم. باید بریم جلو. من سایتر رنده اینو بزنم، یعنی کرش نرماله، یعنی به خاطر باگی که توی سلاح‌ها خورده. خب این از این، بلافاصله این قسمت رو هم بزنیم. اینجا رو ببین چه کانالی زدیم این طرف. برو جلو، برو اینم بگیر تا سیرکلمون کامل و کامل تر بشه. اینجا بیجا همینو بیا. عالی پسر، ارگانیزیشن هیچی نداره، ولی خب بنده رو گرفت. بنازم کل این دیویژن رفتن تو سیرکل. کره شمالی اینجاست، ایران اینجاست، همه رو ازشون انتقامامون رو میگیریم. خب بذار این بچه ها اینجا رنده کنم برن جلو. عالی پسر، عالی. دوره یک ماه حالا باید بگذره. روسیه رو که جر دادیم، 66% جنگ رو داریم. کمک فنلاندی هم رسیدیم و داریم میایم جلو. برو فایر. برمازم بیتوهای اسپریت، دمتونم گرم. خب بچه من اینجا رو کامل یه سیرکل بزنم. بودو کل این دیویژن های روسی هم برن تو سیرکل و کارشون تموم بشه. ایول پسر، ایول. اینجا که کلا نیروهای روسی افتادن تو سیرکل، 5 تا دیویژنشون اینجا، یه 2 3 تا دیویژن هم این طرف. برازم. خوبه بچه، سیرکل ها اینجا انجام شد. یه کوچولو دیگه من AI رو آن میکنم تا سیو جدیدمون بیاد بالا. اینم من ببندم قسمتشو. اینم 15% نه پول میدیم که در واقع سناتورا رو بخریم. خب اینم از سیک منابعمون. عالی پسر، اینجا بیاید اینجا ببینم. ماشاءالله، بیاید اینجا به صورت چنگیزی بریم جلو. خب من AI رو آن میکنم الان. یک ماه گذشت، بنازم. خوبه اینم از این، بذاریم که بازار بورسمون بیاد بالاتر. یه سیرکل، موسکو کامل گیای تو سیرکل ما افتاده و موسکو از فالن جی. خب شما 18 تا که در واقع عملیاتتون رو به نحو احسن انجام دادید، بیایید اینجا و رنده کنان بریم جلو. بچه کامنت گذاشتون از سمت آلاسکان برو لند کن. بلا حقیقتا دیویژن نداشتم وگرنه لند میکردم. دیویژن دیگه نداشتیم تو آمریکا، همه رو آورده بودیم سمت اروپا و اینا. گور خودشو کند دیگه روسیه، گور خودشو کند با این اعلان جنگش به لهستان. ولی امیدوارم که روسیه تیکه تیکه پاره رو نبینیم. خب این از این، تا
تاندربولت ها. تاندربولت ها رو بذارید من حالت اگریسیوانه بذارم، اینا وحشیانه برن جلو. این از این، اینم از این، همه رو میذاریم رو حالت کلوز ایر. بنازم دوباره کرش خوردیم. یعنی خب بچه دوباره برگشتیم، مشکل رو حل کردیم، امیدوارم اتفاقی نیفته. همین الان با دیولوپر در واقع خود ملنیوم دان داشتیم صحبت میکردیم و اینو گفتیم آقا مشکل فکرم حل شده فعلا. آره خلاصه دمش گرم، واقعا داره زحمت میکشه، خیلی خیلی عشقه. خب بچه رنده کنم بریم جلو، فعلا که عالی رفتیم جلو. روسیه عملا دیویژنی واسهش نمونده بنده خدا، قشنگ جر و جر خورد. اینجا رو ببین یا حسین، آخه خیلی ناراحت شدم، تاثیر گراز بود. بیج ببینیم، خب 18 تا دیویژن اینجا ما بیکار داریم، 18 تا دیویژن هم سمت شمال. اینجا از قسمت آلمان نشین که بچه ها لند کردن اینجوری میریم جلو. این از این 18 تا دیویژن هم که در واقع سمت شمال داریم، از اینجا به صورت کاملا اگریسیوانه حمله میکنیم این طرف. این به منزله پایان کار روسیه خواهد بود و زیاد مشکلی رو نخواهیم داشت. خوبه، در تیراژ بالا داریم آفیسا رو میسازیم. در حین اینکه داریم این کارا رو انجام میدیم، 57 میلیارد دلار اقتصادمون منفیه، داریم از میدیم خدا وکیلی سر این جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل شد. عوضی ها اینجور بینیم. خب بچه این دیویژن رو دارن میان، بذاری من لاینشون رو یکم بزرگتر بکنم، خیلی کمه. تو هم بیا اینجا بنازم، عالی. این به مرزله پایان روسیه خواهد بود. اینجا هم یه چند تا دیویژن سیرکل شدن، 3 تا دیویژن. روسیه تا به اینجای کار 565 هزار نفر، همینجور به تعداد کشتش داره افزایش پیدا میکنه و 573 578. آمریکا که ما باشیم کلا 153 هزار نفر بیشتر از دست ندادیم و رندکنان داریم میریم جلو. این سلاح هم بفروشم به این. عراق هم میخواد بیاد تو جنگ. ایور The Carolina Cultivation، نمیدونم چی چیک. خب بیا اینجا ببینیم این لاسیک میله ها، دممونم گرم. خب این به نظر من فکر کنم آخرین سیرکله دیویژن های روسیه باشه. این 5 رو بزنیم دیگه دیویژن نداره. البته نه، دروغ نگیم، یه دونه بالام هست بنده خدا. خب این از این، داریم بریم جلو. بودو اینجا رو بزنیم، آخرین سیرکل روسیه هم انجام میشه و دیگه تحت هیچ شرایطی دیویژن فکر نکنم داشته باشه. آره مرزا فعلا خالی، خشک و خالی، داریم بریم جلو تا از نهایت بروسامون نهایت استفاده و بهره رو ببریم. مشکلی که در واقع بچه بازی فعلا داره قسمت مارکتشه. علل حساب اگه میخواید بازی بکنید ماد ببخشید DLC جدید رو آف بکنید، یا اینکه حالا یه سری تغییرات بود، اگه بچه ها این مشکل رو داشتن بگید که من کمکتون میکنم، یه ویدیو واسه تون درست میکنم. خب این هم از این، ایشالله اوکی میشه. یه 10 روز دیگه، کمتر از 10 روز دیگه این مشکلات هم برطرف میشه. بچه ها دارن نهایت تلاش و زحمتشون رو میکشن تا این مشکلات حل بشه. خب 66% جنگ رو داریم. سیرکل های این طرف هم که خب همچنان پابرجاست، نیروهای بلاروسی و قزاقستانی و قرقیزستانی و اینا. خوبه، بودو همه تون بیاد اینجا رخنه کنیم. برازم عظمت آمریکا، نالک کن کلت کش. خب این مرزمون کجاست؟ این که نیست اینجا. آهان حله. خوبه سایتر دیویژنمون رو بیاریم تا اینا وحشیانه و رنده کنان برن جلو. برازم آمریکا، روسیه رو جر دادیم. بچه‌ای که کامنت گذاشته بودن داداش خیلی داری بد با آمریکا بازی می‌کنی، بدبخت رو جر دادیم، روسیه جر خورد. برازم خب اینم از این، 17 اکتبر سال 2008 رنده کنان داریم میریم جلو. برو دیگه، بودید سریع برسید. مشکل اینه که بچه ها دیر میرسن. 65% شد جنگمون. بذار ببینیم درصد مال کیه. 65% ما، 9% جرمنی، 8% پولند، 8% ایتالی، 2% گریس، 1% اسلواکی و 1% هم اسپین. ماشاءالله بودو همینو بینید جلو. سریعتر لاینا رو بگیریم. رئیس جمهور هم عوض شد، پوتین رفت و مددوف اومد بالا. انقدر به فنا و گاراژ رفتن. خب
این هم از فروش اسلحه هامون. در تیراژ بالا داریم اسلحه میفروشیم، 52 میلیون دلار داریم سود میکنیم، ولی از اون طرف 60 میلیارد دلار در ضرر اقتصادی هستیم. بونوسای منفیمون، تورممون و کلی از این داستانا 16 فوریه سال 2009 تازه تموم میشه. The Shining Act. ببینیم. منابع رو بده. این بچه این منابع رو فکر میکنم باید اینا ضعیفش بکنن و خیلی قویه. به شدت هم قویه. خب ما اینجا پول بدیم. Special Measure. آماری کلا پول همیشه جوابه. خب نفوذمون داخل ایران به شدت اومده بالا. اینجا من حزب ملی‌گرایی رو بیارم بالاتر. کمک‌های تسلیحاتی به ایران قبول میکنه، کمک‌های اقتصادی به ایران قبول میکنه. 3 تریلیون دلار اقتصادش ترکیده ایران. بدبخت. اشکال نداره. خب اینم از ایر. پایان راشا کامل. ما میایم رندکنان بریم جلو و روسیه رو در واقع پاپت خودمون بکنیم. علل حساب سعی میکنم که بخشای شمالی روسیه رو من این کارو انجام بدم. به شدت هم پوینت هم زیاد داریم، یعنی فکر نکنم روسیه رو بتونن از چنگمون در بیارن. این از این، این از این. شاید آلمان یه سری بخشای کوچیکش رو بگیره، شاید. خب این از این طرف. تازه دارن زور میزنن سر بلاروس و اینا دارن میجنگن. بجنگید هم دیگر پاره کنید. خب خدا رو شکر حقیقتا ما روسیه تیکه پاره رو نمیبینیم، ولی خب نهایتا اوکراین و یه سری مناطق رو از دست میدیم دیگه. این از این، این از این. 301ه. خب آما شالله پسر چی میگی لحستان گم شو برو. این آخرین پوینتمونه. اشکال نداره قرقیزستانم کامل میدیم به روسیه. یه سری مناطق اینجا مونده، همون شده رفت. بابا اوکراین رو بگیرید. آفرین پسر، خوبه. خدا رو شکر با نهایت زور و احترامی که واسه روسیه قائلیم پاپتاش و این آتشقالا رو بهشون دادیم. ولی خب چه میشه کرد دیگه، روسیه رو هم میتونیم کارخونه‌های نظامیش رو همه رو مصادره بکنیم، ولی من تصمیمم اینه که مناطق نفتخیز شمالش رو اینا رو مصادره بکنیم. عالی پسر، خوبه. تنش جهانی رو ببین، 119% ما تنش جهانی ایجاد کردیم. تنش جهانی ایجاد کردیم. آره خب چی شد سر این مناطق؟ آقا متفق القول بشید که مشکلی واسمون پیش نیادش. خب تمام، تمام، خوبه. کانفرم ان اگزیت. ببینیم دنیامون به چه شکل خواهد شد. اوکراین رو ظاهرن تیک اون عوضش اوکراین رو در واقع تیکه پاره کردن. خب بچه‌ها سقوط روسیه مصادف با در واقع عرضم به حضورتون که مصادف با انتخابات آمریکاست. رندکنان داریم میریم جلو. با اینکه جنگ تموم شد اقتصادمون 2 میلیارد دلار مثبت تر شد. برگردیم خونه هامون و تنش جهانی هم 100%. آمریکا 122% تنش ایجاد کرده. تحریما رو بیاد بالا ببینم. تحریما رو بیاید بالا ببینم کی فقط تحریم میکنه. بچه ببینیم از الان انتخاباتمون یکم سنگینتر و جنگولی مستونتر میشه، ولی خب اجازه به من بدید که یه حرکت فول بزنم. الان دموکرات ها 21% قدرت ماجرا رو دارن. من یه سیف میگیرم، اگه داشمون اوباما نیومد یکم شرایط رو اوکی ترش میکنیم. خب به هر حال جنگ تموم شد، خدا رو شکر که روسیه تیکه پاره نشد، ولی خب اوکراین تیکه پاره شد. اوکراین هم حقیقتا بین کشورهای ایتالیا هیتمن اومده بالا. در واقع اینجا که اوکراین عادی، اوکراینی که پاپت لهستانه و یه اوکراینی که پاپت آلمانه و این روسیه هم که پاپت لهستان تشریف داره. اوکی بچه ها بذاری تحریم بکنن، بذاری تحریم بکنن، نوش جونشون، گوشه به تنشون. ببینید من اینجا دکمه تحریم ببینم میرم بالا سرشون. علل خصوص میخواد کشور ضعیف باشه، میخواد کشور آشغالی باشه. خب بچه ها 28% ما اینجا در واقع حزبمون نفوذ کرده داخل ایران، خیلی عالیه. به نظر من میتونیم کامل تلاشمون رو انجام بدیم. جنگ چین و تایپه رو داریم.
من یادم اینو گارانتیش کرده بودم یه زمانی ها، حالا چرا گارانتی ما پرید نمیدارم. خوبه، امنیت نمیدیم. حزب نانالایدی 16% اومد بالاتر، فلان جمهوری خواه 46%. بچه من نمیدونم این قسمتش انتخابات داره یا نه، من یادم یه چیزی داشت که انتخابات آمریکا رو مستقیم میتونستی دخالت بکنی که جورج دبلیو بوشه. هیچی، اینا هم که هیچی، در واقع کرواتیا، مقدونیا هم اینا میخوان بیان بالا سر ما. 4 روز دیگه کامل مکزیک رو هم میگیریم. الیکشن، The talks begin. ببینیم چی شد، تصمیم جدید اومد. آهان، خب اوکی بچه، دقیقا من میگفتم یه چیزی داریم. ریپابلیکا پارتی میدی استرنج تو فور ماجوریتی، گیو اپ دموکراتیک پارتی. خب من یه سیو بگیرم دوباره، یه سیو نمکی دیگه دوباره از اینجای قضیه داشته باشیم. خب به اینجا من اگه گیو اپ بکنم به دموکرات ها، خب آلگور ریاست جمهوری رو فعلا در دستان خودش گرفت تا یه کوچولو دیگه ما حاج باراک رو بیاریم بالا. سیف گرفتم. نمیدونم آلگور چقدر حکومت رو داشت. اگه من اینو ریتایرش بکنم، دقیقاً حاج باراک محسن حسین اوباما. خب باراک اوباما رو آوردیم بالا تا رندکنان بریم جلو. آلگور یه مدت معدودی در واقع حکومت رو در دستان خودش داشت، ولی خب چه میشه کرد. بریم آقا، بریم با دموکراتا یکم حال بکنیم، احتمالاً بریم بالا سر حاج اوساما پیداش بکنیم و چوب بکنیم تو چرخش. خب نفوذمون تو ایران و اون کشور کوچولو داره میاد به شدت بالا. 66% نفوذ داریم. کمک‌های تسلیحاتی ما رو قبول میکنه، کمک اقتصادی رو خب قاعدتا قبول نمیکنه چون اقتصادش مثبته. این کشور رو هم در میاریم به پاپت خودمون. 121% تنش، زیاد است ها. خب کمک های اقتصادی ما همچنان، در واقع ایران دوست داره همینجوری کمک اقتصادی بهش میکنیم خدا رو شکرت. ولی با روسیه چه کنیم؟ گریگوری یاولینسکی حکومت رو در دستان خودش داره به نازم. این باید تو فکشن. خب قاعدتا پاپت ماست و رندکنان روسیه رو شکست دادیم. متاسفانه قزاقستان هم پاپت آمریکاست. حالا چرا متاسفانه نمیدونم، قرقیزستان هم همینطور. کلن یه سری کشورها رو همه رو داریم پاپت خودمون میکنیم. بچه اگه میخواید که کامل راشا رو انکس بکنیم، حتما کامنت بذارید که این کار رو انجام بدیم. Form new government، مهم نیست. خب تموم شد، فیل شد. با این حال در واقع با سیاست های خودمون یه کاری کردیم که دموکرات ها برنده انتخابات سال 2008 بشن. من آزم دیگه عظمت و خفن بودن انقدر. خب روزانه 7 پوشکال پاور میگیریم، 3 تا به خاطر خب نفوذایی که سر ایران و اون کشور کوچوله داریم میدیم و اوزامون خوبه. واران دراگز اسکرز منفی 10%. شیلی ما رو تحریم کرد، گفتم بچه کشور ما رو تحریم بکنن میریم بالا سرشون، چه میخوان کشورهای آفریقایی باشن چه کشورهای خفن باشن. تونسو که گرفتیم، تونسو که گرفتیم و نگم واسه دون پاپت کردیم و زیاد میلیونی حکومت رو در دستان خودش داره. یکی ژانویه سال 2009 سال میلادی جدید رو بهتون تبریک میگم بچه ها. اینم از نیروی امریکا. ماشاءالله تولیداتمونم که نگم واسه تون دیگه، خدا رو شکر تولیداتمونم عالیه. ولی خب تو اون جنگی که در واقع انجام دادیم ما 88 تا استراتژی بمبر از دست دادیم. جنگ ویتنام و فیلیپین رو داریم. بچه خودتون در جریان این دیگه، کل تلاش هامو کردم واسه یک صلح جهانی، خودشون نخواستن. میدونین چجوری تو تنش 0% روسیه و اوکراین حمله کرد. بای دی وی اهمیتی به این موضوع نمیدیم، قسمت منابعمون هم باید همیشه بزنیم. کره جنوبی هم ما رو تحریم کرد. ای وای ای وای، آره داداش همینه عزیز من، بشین تا کمکت بکنم. داداش من میتونم واسه والنتیر بفرستم کره شمالی؟ صرفا یه خصومت شخصیه.
اینجا ببینیم شما چهار تا بیاید زیر مجموعه این کره جنوبی که نه کره شمالی. ببین 12 تا دیویژن آماده دارم، به من ربطی نداری که قبول نمی کنی والا. خب جازوزامون هم اوکی بکنیم، یه جازوز روسی، اسکارلت جونسون روسیه. آره خلاصه بچه فعلا در حال پیدا کردن حاج اساما در عربستان، افغانستان، پاکستان و یک سری از شهرهای دیگه هستیم. خب اینم از این بایپس شد. دموکراتیک پارتی ویکتوری به نازم مسیرهایی که به شدت جذابه، با کاملا جمهوری خواه فرق میکنه. دنیا دوباره به هم ریخت، دنیا دوباره به هم ریخت و کل تلاشمون رو کردیم دیگه. بعد از اون انتخابات جذاب میشه، حاج باراک یه بار دیگه میاد، بعد از اون حاج ترامپو میاریم. Republic, Democrat, The Better Business Act. حالا باید ببینیم مسیرامون چی میشه دیگه. فعلا که مسیرهای عادی رو داریم بچه دوست داشتید، نمیدونم جلوتر حالا تلاش میکنیم که نئونازی‌ها رو هم بیاریم بالا. دقیقا چون توانایشو داریم. با چیت باید این کارو بکنم دیگه، American Nazi Party میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون عملا روسی هم سقوط کرد. بیاییم سراغ نازی رو ببینیم چه اتفاق میفته. اینم حتما کامنت بذارید. آره دموکراسی 100% داریم با آمریکا اجرا میکنیم. دوست داشتید کامنت بذارید و نئونازی میکنیم همین آمریکای عادی رو که دارا میباشیم. بنازم موزیک. چقدر من تلاش کردم واسه این صلح، چقدر من تلاش کردم واسه جهانی بدون جنگ. و اینجاست جنگ ها دوباره برگشت، کره شمالی در برابر کره جنوبی، جنگ تایوان، جنگ ویتنام، جنگ ونزوئلا، جنگ کنگو، جنگ یوگسلاوی و بوسنی. طبق واقعیت برم بالا سرشون. ای بابا کلی تلاش کردیم، فرانسه عوضی از ناتو خارج شد. ای بابا اشکال نداره، این از قدرت ما، این از عظمت ما، این از قدرت USA. ما که سیفیم، ما بقیه دنیا رو نمیدارم. خب اینم از سخنرانی قرارمون و جینگولی مستونمون. بچه من ادامه ماجرا رو میذارم به عهده خودتون که دوست دارید نازی‌ها رو بیارم بالا یا نه. بعد از حالا یه سری اتفاقاتی که افتاد، ما رو روسیه رو گرفتیم، میتونیم روسیه رو انکس بکنیم، بعد وارد جنگ داخلی بشیم، ببینیم اوضاعمون از چه قراره خواهد شد. بای دی وی تا اینجای ویدیو رو داشته باشیم، امیدوارم که از این سری ویدیو لذت برده باشین. روسیه رو چنان لگد مال کردیم که دیگه تحت هیچ شرایطی بلند نخواهد شد. دمتون گرم، مثل همیشه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. دم تک تک کسایی که ما رو حمایت میکنن گرم. به زودی پر قدرت پر انرژی با ویدیوهای بعدی یا ایشالله لایو میبینمتون. خیلی عشقی، دمتون گرم، مرسی از تک تک حمایتاتون.